بحث امروز ما روی اشتراک، اجتماع و تفاضل مجموعه هستش. ها دقت بکنید. یه تعریفی داشته باشیم روی اشتراک دو مجموعه. این مثال رو ببینیم. مجموعه آ 1 2 3 4 5، B 3 4 5 6 7، درسته؟ خب 3 4 5، 3 4 5 هم تو آ هست هم تو بی هست، یعنی عضوهای مشترک آ و بی 3 و 4 و 5 هستن. حواسمون باشه اشتراک دوتا مجموعه رو بدین صورت می نویسن. آ اشتراک با چی؟ با بی. پس میگیم چی؟ اشتراک آ و بی همون 3 4 و 5 هستش، چیزی که تو هر دوشون بچه ها مشترکه. این حواسمون باشه. خب نمایش اشتراک مجموعه ها بچه دقت کنید، آ اشتراکش با بی میشه اینجا. این قسمت هر عضوی که تو آ هست همون عضوان تو بی هم هستش، پس آ اشتراک بی رو ما بدین صورت نمایش میدیم. حالا آ اشتراکش با سی، دقت بکنید، سه تا مجموعه دارم من، این قسمت سی هست، این قسمت هم شامل آه، پس آه اشتراکش با سی میشه همین ناحیه. این مثال رو ببینیم. مجموعه های آه و بی و سی میخوایم به صورت نمودار ون نمایشش بدیم. بچه ها نکنید، اشتراک آه رو با بی رو مینویسیم، اون چیزی که در هر دوشون مشترک هست. آ رو با سی می نویسیم، بی رو با سی می نویسیم، یه بارم همه رو با هم می نویسیم. متوجه شدین چی شد؟ اول اشتراک آ با بی، آ با سی، بی با سی، یه بارم کلشون رو با هم در نظر می گیریم. سه تا مجموعه دارم بدین صورت دست می کنم. خب این وسط چیه بچه ها؟ دقت کنید، قرمزه برای آ هست، آبیه برای بیه، اینم برای سی. پس این مشترک سه تا مجموعه هستش، یعنی همون چی؟ یعنی همون جی. حالا بعدی دقت بکنید، اینو ببینید، اینم ببینید، آبی قرمز در واقع بین بی و آ، درسته؟ ای رو که داشتیم نوشتیم، جی هم که تو همه شون مشترک بود، فقط اف باقی، اینم از این. حالا دقت بکنید بچه ها، اینجا رو بین آ سی، جی که مشترک بود توی ستا شون نگه، سی رو گذاشتیم، باز میخوام آ رو گذاشتیم، بی رو میذاریم، سی رو میذاریم، اون چیزی که مشترک آ با سی هست. حالا بعدی اینو دقت کنید، این برای بیه، این برای سیه، پس بین بی و سی جی که تو همشون مشترک بود، خب فقط چی میمونه؟ جی میمونه، میذارمش اینجا. حالا بیا مجموعه رو کاملش کنیم. دقت بکنید بچه ها، الان آ رو ببینید، آره دقت کنید، آی من اینه، A B C بله داریم، G E F داریم، پس فقط D باقی مون. با گذاشتن D خارج همه اینها مجموعه آ رو چیکار کردم؟ درستش کردم. حالا بیایم اینجا H رو گذاشتیم، چرا؟ B رو ببینید بچه ها، E F G بله داریم، J داریم، این دوتا رو کم داریم، اینو اضافه بکنم مجموعه B من رو تکمیل میشه. حالا بعدی میریم سراغ C، A B C، A B C داریم، G داریم، J داریم، پس فقط مونه K L، این دوتا رو اینجا قرار بدم، مجموعه سیرم چیکار کردم؟ تکمیلش کردم.
این نکته رو ببینیم. میگه اگه مجموعه آ زیر مجموعه ب باشد، یعنی هر چی که تو آ باشه تو بی هم باشه، آنگاه حق جذب در اشتراک آنها با مجموعه کوچکتر است. حالا یعنی چی؟ ببینید، من آ رو میگم 1 و 2، بی رو میگم 1 2 3 4. خب اشتراک آ و بی چیه؟ همون 1 و 2، در واقع همون آ میشه. دقت بکنید، قبول داریم که آ زیر مجموعه بی هست. آره دیگه، چون هر چی که آ داره بی هم داره، درسته؟ پس از طرفی قبول داریم که اشتراک این دوتا میشه همون 1 و 2، یعنی همون آ. اینم از اینه. پس میگیم چی؟ آ زیر مجموعه بیه، توی اشتراکم حق جذب با اونی که کوچکتره. خب آ کمتره یا بی؟ آ. پس توی اشتراک حق جذب با اون کوچیک است. پس جواب چی میشه؟ میشه خود آ. دقت بکنید، آی من 1 2، بی من 1 2 3 4. خب آیی که من دارم دقیقا درون بی هست، با هم مشترکن تو نقطه 1 و 2 دیگه. خب اشتراکشون چی میشه؟ اشتراک این با اشتراک این فقط خود همین مجموعه آ میشه. پس چون آ درون بی هست، در اشتراک حق جذب با مجموعه کوچکتره. حالا اجتماع دو مجموعه رو، اگر اعضای دو یا چند مجموعه رو بخوام درون یک مجموعه بنویسیم با حذف اعضای تکراری، چرا؟ گفتن که عضوهای تکراری که حساب نمیشن. خب اجتماع رو با این نمایش بدیم بچه، مثل یک کاسه. دقت بکنید، اگه آب بریزیم درونی یا هر چیز دیگه اینجا جمع میشه. پس آ اجتماع بی بدین صورته، اما برعکسش اگه بدین صورت باشه میشه آ اشتراکش با بی. خب اینم دقت کنیم، در اشتراک حق جذب با مجموعه کوچیک بود، اما در اجتماع حق جذب با مجموعه بزرگه. یعنی چی؟ آره ببینیم، 1 2، بی 1 2 3 4 5، هر چی آ داره بی هم داره، پس آ زیر مجموعه بیه. من میخوام بیام جمعش کنم. خب آ رو مینویسم، بی رو مینویسم، تکراریه باشه، 1 و 2 رو برش میدارم میشه 1 2 3 4 5. آ رو با بی جمع کردم شد 1 2 3 4 5، شد دوباره خود بی. پس میگیم چی؟ در اجتماع حق جذب جواب برای اون مجموعه ای هستش که بزرگتره. کدوم بزرگتره؟ بی. پس جواب میشه همون در واقع مجموعه بی. حالا میخوام بیاییم به صورت نمودار ون نمایش بدیم. آ رو میخوام با بی جمع کنیم، چی میشه بچه؟ میشه کلش، همه رو داریم با هم جمع میکنیم دیگه. آ رو با بی و با سی جمع میکنیم، چی میشه بچه؟ میشه کلش دوباره، چون همه رو داریم با هم دیگه جمع میکنیم. حالا نکته رو ببینید، اگر مجموعه آ زیر مجموعه بی باشد، یعنی همه عضوهای آ درون بی وجود داشته باشد، در اون صورت اجتماع آنها مجموعه بزرگتر می شود. گفتم که حق جذب با اون مجموعه بزرگه. بازم تکرار می کنیم، 1 2 1 2 3 4، آ زیر مجموعه بیه، هرچی آ داره بی هم داره. حالا می خواهیم جمعش بکنیم، در اجتماع حق جذب جواب با مجموعه بزرگه است. اینجا بی بزرگتر از آ هست و جواب میشه 1 2 1 2 3 4. وقتی جمعش بکنم 1 و 2 رو حذف بکنم، جواب همون چی به دست میاد؟ همون بی به دست میاد. یه شکلش هم قبلا توضیح دادم بهتون.